به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت بیننده‌های خوب برنامه جعبه سیاه. سال نوتون مبارک. این اولین برنامه ما در سال جدید هست. تشکر می‌کنم از وبسایت آپارات که سال گذشته بستری فراهم کرد که برنامه جعبه سیاه شکل بگیره و به عنوان پربیننده ترین برنامه اینترنتی مورد استقبالتون قرار بگیره. همچنین تشکر می‌کنم از شرکت ایرانسل که هم حامی برنامه است، هم اینترنت پرسرعت در اختیار ما قرار میده که بتونیم برنامه رو به موقع برای شما آپلود کنیم و همچنین در اختیار شما قرار میده که بتونید با سرعت خوب برنامه رو تماشا کنید. امشب در خدمت یکی از بازیگرای خوب سینما هستیم که به عنوان اسپشیال نوروزمون این برنامه رو تقدیم میکنیم بهتون. بریم یک کلیپ کوتاه ببینیم، برمیگردیم با خانم سهر قریشی در خدمتتون هستیم. یاد آن شب از دور لمس دستانت را میخواهم. سبز نشون نداده باشی طرف سرخ نمیشه، سر بده. زن نیستم اگه نرم اون طرف رو نبرم پای دادگاه. باید همه چیز آمده شد. مدت حرف نزدی، اگه میخواستی چیزی بگی الان گفته بودی دیگه. بله خانم قریشی، خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون، متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزان، ان شاءالله که سال خوبی داشته باشید. مرسی، ممنونم. خانم قریشی، شما بخواید خودتون رو معرفی بکنید، مثلا برای کسی که شما رو نمیشناسه چه جوری معرفی میکنی؟ میگم من سحر. سحر، اسمتون رو دوست دارید؟ بله. یعنی مثلا اگه انتخاب اسمتون با خودتون بود همین سحر رو انتخاب میکردین؟ نه، سحر انتخاب نمیکردم مطمئنن. چی میذاشتی؟ بهش فکر کردم خیلی زیاد، حتی تو بچه بودم توی شناسنامه یه خط فاصله بغل اسم خودم گذاشته بودم که اسم دیگه بذارم، ولی نمیدونم، من فکر میکنم که هر سنی یه اسمی داره. یعنی مثلا من تو بچگیم یه اسم دوست داشتم، الان هر سالی که میگذره مثلا بخوام اگه خودم اسم بذارم یا مثلا فکر کنم که الان چی میذارم، همین الان تو سال 96 نمیدونم واقعا، فکر نکردم. فکر میکنم خاله خط فاصله که گذاشته بودید چی میخواستیم بذارین؟ اون موقع میخواستم بذارم یگانه. حالا چرا، ایرام هم کلاسی داشتم دوستش داشتم، یادم نمیاد چراشو، ولی با مداد یگانه نوشتم کنارش. الان خط خوردگی داره شناسنامتون؟ با مداد نوشتم، نه. یعنی پاکش کردی؟ عوض کردم، شناسنامه جدید کردیم دیگه. بله. قبول نمیکنم. قبل از اینکه ما این مصاحبه رو شروع کنیم، من به هر کی میگفتم با خانم قریشی مصاحبه دارم، میگفتن اذیتش کن یه جوری، مثلا یه سوالای اینجوری بپرس، چرا همه دوست دارن شما رو اذیت بکنن؟ شنیدی میگن بعضی کتک خورشون ملسه، من حاشیه خورم ملسه، ولی خب جدیدن خیلی سعی کردم که مدیریتش کنم. یه مقدارشون رو کم شد. یعنی قبل چون مدیریت نمی‌کنه حاشیه داشتین یا خودتونم دوست داشتید؟ نه، خب آدم احساسی هستم، بعدم خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم زود، خیلی با سیاست نیستم. روی این حساب یک سری از عزیزان هم محبت داشتن، خیلی مورد عنایت قرار دادن من توی این مصاحبه‌ای که کردم. حالا تیترگذاری‌ای که کردم، یه سری حرف و حاشیه‌ای که درآوردن که به نفع خودشون تموم بشه، خدا رو شکر اینقدر ما عزتمون دست خداست دیگه. دیگه اونقدر ما رو اذیت نکردن، یعنی از سعی کردن ولی نشد. از سادگی شما سو استفاده کردن. سادگی نمیتونیم اسمشو بذاریم. شاید بی سیاست بودیم. بی سیاستی سادگی نیست. آخه چطور شما میگی من بی سیاستم؟ اگه میشه آدم بی سیاست باشه بتونه تو سینما موفق باشه. شاید من به جرئت بهتون بگم جز بی سیاستایی ام که توی سینما در حال حاضر موفقم. مگه میشه همچین چیزی؟ بله، به خاطر اینکه نه جزء باندی هستم، نه پشت کسی زدم حرفی حدیث، نه کسی رو از نون خوردن انداختم، نه اومدم تو پروژه گفتم مثلا فلانی باشه من بازی نمیکنم، یا مثلا زنگ بزنم کاری که بام کردن دارم بهتون میگم، یا که زنگ بزنم بگم خب با قریشی چقدر قرارداد بستین، چقدر پیشخست دادین، حالا پیشخستشو از قرارداد من کم کنید، من میام جاش بازی کنم. این اتفاقا برای من افتاده، نونبری کردن، خیلی اتفاقای عجیب غریب، و اینکه من تا به حال هیچ کدوم این کارو انجام ندادم. بعضیا اسم اینو میذارن سیاست، میگن سیاست کاری ما اینه. من اسم اینو میتونم بذارم نامردی، اینکه یه آدم چقدر میتونه نامرد باشه، که حالا چه زن چه مرد فرقی نمیکنه، تو بچهای همکار دارم میگم، که بتونه مثلا یک شرایطی رو فراهم بکنه که مثلا یک بازیگری که شاید قراردادی بسته، شاید به اون پول اون قرارداد احتیاج داره، شاید به اون فیلم احتیاج داره که تو شرایطی باشه که اون نقش رو بازی بکنه. حالا تو نه فقط تو بین بازیگرا، بین همه عوامل پشت صحنه اتفاق میفته و براش برنامه ریزی کرده بیاد نونبری اون آدمو بکنه که اون آدم نباشه و یکی دیگه باشه، یا خودش بیاد بازی بکنه، یا خودش حضور داشته باشه توی اون جایگاه، و اینکه عاقبت اون آدمه که چه اتفاقی براش میفته رو در نظر نگیره. من تا حال این کارو نکردم خدا رو شکر. شما میفرمایید آدم خوش
خوش برخورد و خوش رزومه و خوش من خوش دلی بگم بهتره. من خوش دلی هستین تو، یعنی به هر کی زنگ بزنیم از کسی که با شما کار کردن خوبیتونه میگن. نمیدونم میتونید امتحان کنید. نه حالا همینجوری از خود شما میپرسم بگو چه آخه آدم‌ها توی ظاهر با ما یه شکلن، همه ی آدم‌ها حتی اونایی که ادعای دوستی میکنن خیلی زیاد توی ظاهر یه شکلن، پشت سر شکل دیگه. مثلا من خودم چند وقت پیش دیدم که دو تا بازیگر خانومم بودیم صحبت میکنم، یه بازیگر دیگه از در اومد تو سلام علیکم، گفت سلام عزیزم قربونت برم فداشم، گفت من الان میام یه چای بگیرم میام، رفت پشتش تو صورت من حرف زد گفت فلان فلان. من ایشون گفتم خب چرا اینقدر خوشحال باش سلام علیکم، چقدر دوست نشون میدی خودتو که حالا اینقدر دشمنی رو به روی من. بیشتر حرفی که پشت سر شما میزنن چیه؟ نمیدونم شما چی فکر میکنید. نمیدونم. برای من دیگه کامنتامو بستم دیگه، حرف و حدیثا رو دیگه خیلی داشت دور شدم، خیلی خوشحالم از این اتفاق. الان نمیدونم پشت سرم چی میگن، چه اتفاقی. شاید مثلا بگم بد اخلاقه یه خورده، با اینکه اصلا اینطوری نیست. چرا زمانی اما دارین که... یه روحیه تهاجمیه. بله، موقع کار. بله. من میگم که اگر دوستیم پشت صحنه خانواده مصاحبه از بس اذیتم کردن. نه، یه خود قیافم چون به مامانم رفته، یه خود جذبه توشه، ولی واقعا ندارم اینو. من فکر میکنم که بچه با مثلا با گریمور با مثلا عوامل بچه های پشت صحنه وقتی دوستم میگم میخندم مال پشت صحنه است. وقتی دیگه وقتی میریم توی کار هر کسی باید کار خوش درست انجام بده. بد اخلاقم نیستم، نه خیلی کم پیش اومدم میخوام با کسی بد اخلاقی کنم. خب اولین باری که شما وارد سینما شدین چه جوری بود؟ اتفاقی بود یا رفتین دنبالش؟ همه بچه‌ها یعنی همه آدم‌ها، حالا شما خودتون مثلا توی فامیل و اقوام هر کی خواهر برادری داشته باشید، همه یک روزی علاقه مندن به معروفیت یا به بازیگری به خوانندگی، هر کس توی شرایطی. ولی من جز اونایی بودم که از بچگی واقعا دوست داشتم. یه تایمی از زندگیم گذشت، یعنی مثلا فکر یعنی فوکوسم از روی این قضیه آوردم کنار، یعنی خب ازدواج کردم رفتم توی مسیر زندگی دیگه، خیلی زود همه کارا رو تون تون جلو جلو انجام دادم. 17 سالگی یک مسیر تون 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 دویدم و اینکه یک دفعه با یک اتفاق خیلی کوچیکی که از دوستان یکی از اقوام یکی از دوستانم پدر شوهرشون آقای زبردست بودن تهیه کننده سینما، ایشون پیشنهاد دادن که من برم تست بدم، یعنی فقط من نگفتم، به همه دخترای فامیل و دوست و کسایی دور هم بودیم، حالا منم میشناختن، به منم گفتن که سر تو هم برو تست بده، گفتم باشه. دیگه من رفتم تست بدم، باشه شرایط سختی رفتم و چون دیدم در باز شد. چه تستی گرفتن؟ یه دوربین گذاشته بودن آقای آقای حجت زیجودی، دستیار یک بودن اون موقع، یه دوربین روشن بود و من قبل جای دوربین یه خاطره خوب و یه خاطره بد تعریف بکنم. خب از الان میفهمم که چی میخواستم، خواستم مثلا صدای من بیان منو ببینن و حالا انتقال احساسات من توی اون شرایط مثلا خاطره که تعریف میکنم. من دو تا خاطره تعریف کردم، شماره تلفنم هم گفتم، اسم فامیلم هم گفتم، اومدم بیرون. جزو اون 6 نفر اولی بودم که انتخاب شدم. حالا میشه یه خاطره تعریف کنی بعدم شماره تلفنتون رو بگی؟ والا شماره تلفنم هم دیگه کسی نیست نداشته باشه. من از هر پیش شماره‌ای که فکرشو بکنین زنگ خوردم. اینقدر بلاک کردم فکر کنم فردا میام میگیرنم. از اپل میام میگیره خدا. اینقدر که بلاک کردم همه رو. خیلی مزاحم که زیاد دارم. مثلا روزی چند بار زنگ میزنن؟ اینقدی که من گوشیم همش تو شارژه دیگه در این حد بهتون بگم. بعد چی میگن مزاحما؟ نه خب جواب که نمیدم، ولی خب بعضیا رو که جواب میدم، چون قبلا مثلا میگفتیم فقط 912 رو جواب بدیم، بقیه خطا رو جواب ندیم، ولی دیگه الان انقدر همکارای خودمونم دیگه شماره مختلف گرفتن، دیگه سعی میکنن فقط مال تهران رو جواب بدن. حالا اون موقعی که جواب میدادین مثلا بیشترین چیزی که با تلفن میگفتن ببین چه؟ اوایل دلنوازان که من مزاحم داشتم فکر میکنم هر کی زنگ میزد شماره یا سیاوش خیرابی از من میخواست یا شماره شاهرخ استخری و اینکه اوایل زنگ میزدن به شما شماره اون رو بگیرن، گریه میکنن تو رو خدا دو مثلا شماره اینا رو بدیم ما باشه صحبته. هیچ وقت مزاحم پسر نداشتم، چون دخترها مزاحمم نمیشه، نمیتونم بهتون بگم مزاحم، ولی این که بی ساعت تماس میگیرم میشه مزاحمت. کسی زنگ زده و با تلفن خواستگاری کنه؟ خیلی زیاد. چجوری میگفتن؟ والا تلفن که هیچ، پیام توی مثلا تلگرام میذاشتن یا توی برام، خیلی خیلی زیاد. چجوری میگفتن؟ شما دو بار ازدواج کردین؟ نه یک بار. یه بار ازدواج. یعنی یکی از اون حرفای آشیه که برای من خب برای مردم جالبه، به نظرتون نباید جالب باشه؟ چرا باید جالب باشه؟ مثلا حالا تو همه جای دنیا هست دوست دارم مثلا یه بازیگر بدونن مثلا زندگی چه. خود شما نمیرین مثلا تو پیج سلبریتی های مثلا خارجی اونوری؟ خب تعریف شده است. ببین چون من نمیرم.
والا نمیرم انقدر درگیر. خب پس اصلا دوست ندارین در مورد این چیزا بپرسن ازتون؟ در مورد چی بپرسن ازم؟ نه، تا جایی که ببین من یه تایم طولانی به خاطر این ندونم کاریای خودم، به خاطر اینکه خودم و مردم با همکارام خیلی نزدیک میدونستم، خب اومدم یک سری صحبت ها رو کردم، یک سری زندگی خصوصی خودم رو باز کردم که خب شاید من میخوام مثلا الان با یه آقای ازدواج بکنم، شما بدون نظر مثلا مردم برام مهم بود، دوستشم مردم بدونن که مثلا من تو یک شرایطی هستم تو زندگیم. الان دوست ندارم کسی بدونه؟ از نه واقعا، به خاطر اینکه جنبه‌ای وجود نداره، میدونی هنوز اون فرهنگ نیومده که احترام بذاره، اصلا چه تو خوشت بیاد چه تو خوشت نیاد، چه اصلا بشه چه نشه، موظف احترام گذاشتن. تو سن خیلی کم ازدواج کردین، شاید تجربه جالبیه. 17 سالگی گفتین ازدواج کردین. خب اگه برگردین به اون زمان این کار نمی‌کنی؟ هیچ وقت. هیچ وقت. یعنی توصیه هم نمی‌کنید به بقیه یا بستگی به شرایط داره؟ ازدواج زود رو توصیه نمی‌کنم به هیچ عنوان. ازدواج زود رو به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنم. البته که خب خیلی از دوستان خودم توی همون تاریخ ازدواج کردن و خداشکر خوشبختن. و بچه دارن، زندگیشون همه چیزشون نرماله، ولی یک سری اتفاقا برای زود ازدواج کردن یه سری اتفاقایی رو و یک بحرانایی رو توی زندگی میاره که هنوز به اون درک و به اون فهمش نرسیده. من نرسیده بودم، من خب انتخاب شدم، هنوز به اون جایگاه به اون ذهنیت نرسیده که انتخاب بکنم و مسیر حال متاسفانه سخت و یک اتفاقای خیلی ملودرامی تو زندگیم افتاد که حتی میتونم بگم توی دلنوازان هم شاید بعضی از سکانس واسه من تداعی میشد. چقدر طول کشید اون ازدواجتون؟ نه فکر میکنم 3 سال. بعد با خواسته شما جدا شدین یا دو طرف موافق؟ 3 سال طول کشید ازدواجم و 2 سال جداییم طول کشید. کلا 5 سال یه پروسه و خب 3 سال با هم، 3 سال خب عقد کرده بودم، 3 سال حالا با هم زندگی کردیم ولی 2 سالشو در بچه‌ها به من میخوان کات بدن، میگن چیز شما داستینتون اینجوری شده دیگه، کات ندین دیگه. مهم نیست، خیلی ممنون. خب پس الان شما مجرد هستی؟ بله. یعنی دیگه بل قصد ازدواج هم نداری؟ قصد ازدواج والا نه فعلا، یعنی بهش فکر نمی‌کنم انقدر که کارهای مهمتر فعلا دارم. چیه کارهای مهمتر؟ دارم به کارگردانی فکر می‌کنم و اینکه خب خیلی دوست، خیلی علاقه من بودم از همون اوایل. خب کی ما قرار فیلم می‌بینیم با کارگردانی سحر قریشی؟ فعلا که نمی‌دونم، خب خیلی از همکارا، خیلی از عزیزان پیشکسوتا میگن خیلی زوده برای تو، من نمی‌دونم چرا باید فکر بکنن که حتما باید از رده تلویزیون من فیلم و سینما خارج بشم، مثلا بازیگری دیگه نقش خوب ندن اگر که سرمایه‌گذاری نکنم، مثل خیلیا که مثلا به مرز 40 رسیدن 35 رد کردن، حالا دیگه مثلا یه حرفای عجیب به من زدن. به مرز چند رسیدی؟ من 30. 30؟ آره مثلا میگن که وایسا، آره دیگه 29 سال خورده دیگه، یعنی عده گذشته دیگه، وقت آره دیگه کارگردانی. آره من الان دارم دنبال اینم که بتونم فیلم بسازم، فیلمی که دوست دارم رو بسازم. اصلا برام چیز نیست که مثلا بگن که آی الان سنت سن فیلم سازی نیست و بعد فیلم کارگردانی کنه. ببین الان چند تا کار کوتاه، حالا اجازه بده بذار بعدم بیاد بالا ببینیم چی کار میتونیم بکنیم که کار بلند انشالله. حالا این کارگردانی کردید، فیلم مورد علاقه رو ساختیم، اون موقع میخواییم ازدواج کنیم بعدش دیگه؟ به من اگه بخوام ازدواج بکنم سینما رو مطمئنا بعد برای تایم طولانی بذارم کنار. چرا؟ دیگه بعد از 30 دیگه نمیخوای بچه دارشید، خودتون نمیخوای بچه دارشید. نه حالا میخوام بدم کلن آقایون مشکل دارن با اینکه مثلا خانومشون بازیگر باشه؟ قطعا من با کسی ازدواج نمیکنم که بخواد مثلا با شرایط شغلی من مشکلی داشته باشه، ولی بیشتر این مشکل از کجا میاد؟ چرا آقایون مشکل دارن زنشون بازیگر باشه؟ به من قبلا فکر میکنم به خاطر اینکه از صبح تا شب مثلا من سحر قریشی که مثلا میرم سر کار با 50 تا آقا باز کار کنم که از این 50 نفر مثلا 4 نفر شاید خانومم بین ما باشه، حالا از بازیگرها و عوامل پشت سر. خب وقتی که تعداد آقایون زیاد باشه یه مقدار آزاردهنده است برای مرد ایرانی. سوای این حالا من قبلا این فکر میکردم، الان احساس میکنم که یه خود بزرگتر شدم، خود درکم بیشتر شده به این اتفاق، میگم زمان طولانی ما سر کاریم و تو خونه زندگیمون نیستیم. خب این مستلزم یک مردیه که خیلی باید قوی باشه که بتونه مثلا یه ساعتایی که 4 صبح سر کار، 5 صبح همش زنش نیست، نمیشه.
من خودم یه خود چون غیرتی هم مطمئنم میخوام اتفاقی یعنی مدیریت این کار میخوام یعنی بکنم. کارم آقاتون غیرتی میشین شما؟ خودم رو خودم خیلی غیرتی هم یعنی مدل مردونه آره خود میگم اما اون برعکسش نیست مثلا شما مثلا رو شوهرتون غیرت دارید ندارید چجوری؟ 100% همینطوری دیگه ما ایرانیم نمیتونیم بخوایم خب یعنی بگیم مثلا چیکار باید بکنه مرده مدیریت باید بکنیم دیگه مثلا من خودم اگه بخوام برم ازدواج بخوام بکنم مطمئنن مدیریت میکنم که خودم مدیریت میکنم که نرم سر کار بشم مثلا یه چند سالی توی خونه زندگی خودم باشم اما یعنی اون فضای گرم خونه و خانواده رو نباید از دست بدیم یعنی اگه فدای سینما بشه یعنی باختی به نظر من. خب یه استراحت کوتاه میگیریم برمیگردیم سوالات بیشتر میپرسیم. همین شماره که داری ایرانسلی شو، راه اولت اینه، برو به سایت ایرانسل، فرم ثبت نام رو آنلاین پر کن، جواب پیامکی که برات میاد رو بده، کد تاییدی که گرفتی رو نگه دار، سیم کارت جدیدت برات فرستاده میشه، فقط کافیه کپی کارت ملیت رو بدی و منتظر پیامک ترابرد موفق روی سیم کارت قبلیت باشی. دومین راهت اینه، برو به نزدیکترین دفتر خدمات ایرانسل، از دنیای قبلیت بیا بیرون و دنیای متفاوت رو تجربه کن. هر شماره که داری، هر رنگی که هستی مهم نیست، مهم اینه که میخوای با ما هم رنگ شی. کارت ملیت رو بده، فرم رو پر کن، سیم کارتت رو تحویل بگیر. روی سیم کارت قبلیت پیام تکمیل فرایند ترابرد میاد، جوابش رو بده، یک کد شناسه میاد، نگهش دار. به دنیای متنوع و مدرن ایرانسل خوش اومدی. اینم آخرش، پیام تکمیل فرایند ترابرد. شمارتون نگهدار و ایرانسلی شو. خانم قرشی، یکم میخوام برگردم به گذشته شما. تو چه جور خانواده‌ای بزرگ شدی؟ من توی خانواده متوسط و یه برادر دارم. از پنجم ابتدایی فکر میکنم پیش مادر بزرگم بزرگ شدم. چرا؟ مادر پدرم از هم جدا شدن. همون پنجم دبستان؟ زودترش. شما ولی خب سوم دبستان اینا بودم جدا شدم. خودتون انتخاب کردین میخواین با مادر بزرگ باشین یا گفتم بریم شما با پیش مادر؟ نه دیگه پیش پدرم بودم دیگه. پدرم و مادر مادر بزرگی پدریم. و اینکه دیگه جفتشون از ایران رفتن و یه تایم طولانی مون دیگه ما پیش مادر بزرگم بودیم. کجا رفتن؟ خارج از ایران. کجا خارج از ایران؟ به مرف امریکا و مرف انگلیس. خب الان همچنان اونجا؟ نه سال هاست که برگشتن. هر دو با هم برگشتن؟ ماما که برگشته بابا که الان ایرانه دیگه بابا میره و میاد دیگه. خیلی شما تو چه جوی بزرگ شدی؟ مرد سالار بود خانواده‌تون؟ مرد سالار که میتونم بگم نه اینجوری نبودیم. همه دوست و رفیق. مثلا من الان با بابام انقدر دوستم که اصلا حس ما رو بکرم همه حس پدر دختری احساس نمی کنید. شما میگه اصلا چقدر اینه من دوستن رفیق تشویقتون هم میکنن به خاطر کارتون؟ من توی یک فضای پر از پسر و مردونه بزرگ شدم. یعنی فکر میکنم میخوام 5 تا عمو دارم. دوست داشتی مرد بودین؟ بچه بودم دوست داشتم. الان چی؟ الان یکم به مثلا شرایط کاری و این سالا فکر کنی. بعضی وقتا مثلا احساس میکردم که اگه پسر بودم مثلا خیلی کارا میتونستم بکنم. مثلا خیلی کارا میتونستم بکنم دیگه. مثلا خیلی کارا یکی شده حالا شاید نخوام بگم. خیلی کارا میتونستم بکنم اگه پسر بودم. من زمانی که بازیگر شدم چه جور کاری میخواستی بکنی؟ همین دارم تو میگم همین بهتون میگم اولین فیلمی که بازی کردم حالا به صورت اولی که بازی کردم دقیق بخوام فکر کنم بازی کردم. خب فکر کنم مثلا سر صحنه با پاشته بلند و خب دختر خوره بودم. این دختری بودم که خب پاشته بلند لباسی که خانوما میپوشن دیگه که کفش و پاشته و فلان. رفتم سر کار بعد نگاه دیگه ای بود. فکر کنم توی 21 سالگی یک نگاه فضای عجیبی بود به من. موهای بلند فلان دیدم نمیشه باورتون نمیشه. من تو یک روز تمام پاشته بلندامو ریختم توی چمدون جمع کردم رفتم شلوار شیشیپ خریدم کتونی خریدم شلوار گرمکن خریدم موهام از سر زدم چون میخواستم کار کنم. اون روز دوستشم پسر بودم. الانم یه فیلم جدید بازی کردی نقش یه مرد عباس آقا فیلم سینمایی سبیگانه رو بازی کردیم. الان نیست باشه سال پیشه. الان هم پخش شده. پیشه. الان اکرانه. بله همین بود که توقیف شده بود. بله حالا سوالام چند تاش تو هم شد. اول بگین که چه جوری زنگ زدن گفتن شما نقش مرد باز نقش عباس آقا رو بازی کنید. ببین فینال برام فرستادن من گفتن بخون یه دونه بازیگر خانم داره که مثلا فلان خانم بازی می‌کنه.
فیلم ها رو باز کردم، شروع کردم خوندن، دیدم هیچ بازیگر زن دیگه ای نداره. من زنگ زدم گفتم که من هیچ خوندم ولی اصلا به هیچ بازیگر زن دیگه ای نرسیدم، اینکه این خانم قرار بازی کنه اونو کی قرار بازی. گفتش که شما ببخشید یادم رفت شما نقش عباس آقا رو بخون. گفتم ولی چرا عباس آقا؟ گفت مرد تر است تو سینما پیدا نکردیم. خب پس شما موافقین که مرد سینمای خانم ها هستین؟ چی بگم نمیدونم والا. خب چرا این تصور میشه؟ ببین به خاطر اینکه یه جورایی پشت صحنه خب خیلی اومد، خیلی از بچه‌ها منو بعضی وقتا اذیتم کردن، شوخی کردن، توی برگه آفیش نوشتن چنگیز قریشی مثلا. خب این اتفاق افتاد به خاطر اینکه چند تا علت داره. یکی اینکه جلوی هر کسی که به هر کسی زور بگه من وای میستم، و اینکه جورایی رابین هود گروه هم. و یعنی از پول داره میدوزیم به فقیرا میدین؟ نه اجازه حق کشی و حالا شما پولی نگاه نکن، مثل مشکل مالی داره. نه پولی نگاش نکن، حق خوری و حق کشی نمیذارم، اصلا نمیذارم چه اتفاقی بیفته. یعنی تا جایی که من در جریان یک سری اتفاقات باشم سر صحنه اجازه نمیدارم چه اتفاقی بیفته دیگه. تو فضای خاله زنکی و از این به اون بگوی پشت صحنه نیستم و اینکه همیشه خوشحالم. شما شغل دیگه ای دارین به جز بازیگری؟ شغل دوم؟ شغل دوم ندارم ولی الان خب یک سالی هست که پیگیر یک بیزینس دیگه هم هستم. چیه میتونین بگین؟ اجازه بدین که توی شاید حالا تا پخش برنامه‌تون بگم، بهتون به گوشتون برسونم که اتفاقی بیفته. بعد بازیگری زندگی هم میگذرونه؟ میتونم بهتون بگم خیلی با ترس، خیلی با ترس، مخصوصا برای من، مخصوصا به خاطر من، خاطر که هم دشمن زیاد دارم، هم متاسفانه تلویزیون اجازه کار ندارم و اینکه هر لحظه واسه همه بچه‌ها ممنوع کار هستم تو تلویزیون. ممنوع کار نیستم چون ببین الان من تیزرای من پخش میشه از فیلم‌های دیگه، بعضیاش پخش میشه یا مثلا فیلم دلنوازان داره تکرارشو نشون میده تلویزیون، حالا نمیدونم بنا به چه دلیلیه، ولی مدت هست که نمیتونم کار کنم. از اینم بگذریم، خب میبینی که یک رسانه بزرگی رو از دست دادی و الان تو یک رسانه دیگه هستی که خب اینم جایگاه خودش رو داره و خداوند لطف کرده که من الان تو این شرایطم، تو این موقعیت هستم. خب یه خود ترس داره به خاطر اینکه هر لحظه امکان داره بگن دیگه حق نداری باشی، به همین نمیشه روش سرمایه گذاری کرد. شما همین این کار دومه رو به خاطر همین دلیل شروع کردین؟ کار دومه که خیلی وقت میخواستم شروع کنم، متاسفانه شرایطش برام فراهم نبود. در حال حاضر خب فراهم شده، یک شرایطی فراهم شده بستری که حالا بتونیم با همکارای دیگه بتونیم یک حرکتی رو انجام بدیم. شما کار مدلینگ هم می‌کنی؟ مدلینگ نه. کلا تبلیغ می‌کنی؟ تبلیغ آره چند تا کردم. خب بعد مثلا بازیگر تبلیغ برندی رو منظورتونه دیگه؟ کلا هر تبلیغ، یک برندی رو بخوام تبلیغ بکنم. بله. بعد شما به عنوان مدل نمیرید اونجا؟ به عنوان چی میرین؟ خب بهش نمیگم مدلینگ، نمیگم من مثلا الان خیلی از اون که دیگه یک حرفه خاص خودشو داره، ولی من الان میگم به عنوان یک سلبریتی مثلا میان یک بازیگر مثلا که معروف مثلا میگم که مثلا بیا این برند ما رو تبلیغ کن، شما تبلیغات بیشتر از تبلیغات بیشتر پول در میای از سینما؟ مطمئنا سینما، چون هنوز تبلیغات اونقدر جا نیافته. ما تولیدات داخلی کشورمون رو با تبلیغ کنیم، تبلیغات برای خانم ها ممنوعه، شنیدم برای آقایون هم داره ممنوع میشه بیلبوردهای سطح شهر، که این خب متاسفانه خیلی نمیدونم چرا. بعد یه چیز عجیبی که هست برای سحر قریشی و همکارای دیگه ممنوعه، برای مثلا نو نیم ها که میان مثلا تبلیغ بیلبورد میشن، خانمایی که اسم ندارن مثلا معروف نیستن، آزاده. این خیلی عجیبه، یعنی تو پول در نیار، حق نداری تو پول در بیاری، بعد بقیه برات در بیاری، همچین حالتی. با اینکه خب برای ما خب خیلی اتفاق خوبی میفته که خب ما تبلیغ بکنم، همه جای دنیا همینطوره. همه جای دنیا برای بولد کردن برندشون از بازیگرشون از آدمای معروف اون کشور استفاده میکنن، اینجا برعکسه. شما اگه بازیگر نمیشدین چیکار میشدین؟ من اگه بازیگر نمیشدم مطمئنا قطعا هنرمند میشدم، یعنی تو هر رشته ای. پس شما خودتون رو هنرمند میدونید؟ من اصلا از یک خانواده هنرمند هستم، این جنو از سمت مادر بزرگم، از خانواده مادرین دارم. چیکار میکردم؟ مادر بزرگ من صورتگر بود، صدای خیلی خوبی داشت و اینکه توی رادیو، حالا قسمت های که من خیلی کوچیک بودم یادم دقیق یادم نمیاد که اسماشو بخوام بهتون بگم، توی رادیو هم کار میکردن و اینکه مجسمه ساز بودن، خیلی مامان خودم نقاشه، خیلی مثلا خاله های مادرم همه نقاش و همه هنرمندن از سمت خانواده مادرم. این که شما میگه مثلا به خاطر هنرم بود که اومدم توی این کار و علاقه هنری اینا، خیلی یاد خب حرف اینا میزنن دیگه، به هر حال میگن که شما به واسطه حالا ظاهر و روابط و دوستی ها و چیزایی که داشتین تونستین بیاین تو سینما و
خیلی های دیگه. حالا اومدم. بعدش چی؟ چجوری ادامه پیدا کرد؟ چجوری الان تونستم این همه فیلم بازی کنم؟ مثلا میگیم آره من اومدم. دیگه به جای رسیدم که میگن همه جا سر قرشه، همه جا صورتش عمله، میگه من عمل نکردم. میگه من عمل کردم، تو هم برو عمل کن. بگم تو هم میرسی به اینجا. دیگه خسته شدم اینقدر بحث کردم با آدم ها و اینکه یه بحث که اصلا هیچ نتیجه‌ای هم نخواهد، هیچ وقت نخواهد داشت، چون از یک ذهنیت آلوده و مسموم و افسرده داره. یعنی عمل زیبایی نکردی؟ هیچ وقت. خب بریم یه استراحت کوتاه کنیم، من در مورد این بازم سوال دارم. خب پس شما میگین عمل زیبایی نکردید تا با؟ خیر. هیچی؟ هیچ. بینیتون؟ مال خودم. دندونا؟ دندونامو تازه درست کردم. چیکارش کردین؟ لمیت کردم. قبلش از دندوناتون راضی نبودین؟ چرا راضی بودم، فقط یک مشکلی داشت توی تصویر و توی فیلمایی که از خودم میدیدم، به خاطر مشکل نورپردازی بود. بعدش فهمیدم. اگه قبلش میفهمیدم. نه که بدتر میشه برای نور. نه، به خاطر مشکل نورپردازی بین دندونا خط سیاه میافتاد. بعدم فهمیدم. یعنی من چند تا فیلم دیدم چرا دندونام اینجوری میشه، بعد دندونامو درست کنم. بعدش فهمیدم که ابله، به خاطر این بود که نور اون آدم و اون تو اون فیلم، اون آدم نور خوبی به تو صورتت نداده و این اتفاق افتاده. ولی نمیخوام بگم حالا من پشیمونم فلان، نه، یه اتفاقی که همه آدما کردن و جزء تمیزیه، من دوست دارم. بعد شما همیشه آرایش میکنی؟ تو زندگی طبیعی خودم که بدون از کار باشم؟ نه. عکس گذاشتید بدون آرایش؟ نه. همینم دیگه، سوفلورن که نیستم دیگه، همین شکمونم که هستم دیگه، عکس گذاشتم. بله. خب اگه همینجوری هستین چرا آرایش میکنین اصلا؟ ببین، به خاطر اینکه وقتی آرایش میکنیم، یعنی به خاطر حدی که مرتب باشیم، میگن چرا آرایش میکنه، وای چقدر آرایش کرده، همون هر کی آرایش کنه همین شکلی میشه. میگن آقا قشنگ میشتم بغلم رد میشن. میگن وقتی آرایش نمیکنی، میگن نگاه کن تو رو خدا، هم با گریم اینجوری قیافش رو چقدر بیرسن بیرنگ رو، خجالت نمیکشی مثلا از یه به خودش خوشو تو آینه نگاه نکرده از خونه اومده بیرون. این هر به هر حال قرار حرف بشنوم، سعی میکنم آراسته و مرتب و تمیز باشم معمولا اگر قرار باشه جایی برم، یعنی به احترام اون جایی که قراره برم. ولی تو زندگی طبیعی خودم نه، میکاپ نمیکنم زیاد. چند تا کار بازی کردی؟ فکر کنم از دیگه 40 تا شده. و سخت ترین کی بوده؟ حالا راحت ترین یادتون میاد کی اذیتتون کرد؟ با آقای منشور هادی خیلی راحت کار کردم، با اینکه تایم کاریم خیلی کم بود. کی اذیتم کرد؟ یادم میره. من اولین فیلمی که بازی کردم خیلی اذیت شدم. چرا؟ فیلم لج و لج بازی رو کار اولم بود و اینکه خیلی به هم زور گفتن، خیلی اذیتم کرده. خب چه جوری زور گفتن؟ چی گفتن؟ و جالبه که هنوز دارم با تعدادی از بچه های پشت صحنه که حالا اون اذیتم نمی کردن و به هم زور نمی گفتن، هنوز دارم کار با هر کدوم میکنم. 6-7 کار کردم، مثلا با بابک اخوان صدا بردار، شاید دیگم به جای 6-7 کار کردم و هنوز که هنوز هر دفعه همدیگر رو میبینیم میگه یادته مثلا فلان سر کار اول چقدر اذیتت کردن، این جزء خاطره شده واسه یه. خب چه جوری اذیت های این کارو میخوام بدم برای کسایی که کلا علاقه من به سینما هستن؟ ببین من خب نمیدونستم مثلا یک سری اصطلاحات کارو نمیشناختم، نمیدونستم خب اول، یعنی نه دوره دیده بودم نه که مثلا در مورد سینما مثلا تحقیقی کرده بودم. خیلی تست دادم بازیگری، همون ذوقی که داشتم آدم بازی کردم و اصلا خبر نداشتم که خب برام چی کار باید بکنم. اینی که میگن یعنی چی؟ سر یک اتفاق خیلی عجیب که اصلا تقصیر من نبود، من یه کار دیگه ای بلافاصله بعد از اون کار رفتم تست گیریم شدم و به من گفتن که اطلاع بده که دست به ابراد نزنن، برو بگو که ابراد راکوردیه. گفتم باشه. رفتم گفتم سلام علیکم، به من گفتن که سلام رسوندن آقای خانم فلان، گفتن که به ابروی من دست داده. گفت نه کاری نداریم بفهم بشین. نشستم و اول اتفاق قیچی رفت به ابروی من. تقصیر من نبود، من اطلاع رو من اون خبر رو رسوندم. حالا دیگه چه اتفاقی افتاد دیگه بماند، دیگه چه آزاری دادن به من که این اتفاق افتاد. واقعا بیشترین و کمترین دستمزدی که تا به حال گرفتید چی بوده؟ یه فیلمی به من پیشنهاد شده بود که گفتن که بیا این فیلمو بازی کن و اینا، من رفتم قرارداد ببندم، یه رقمی گفتن خیلی عجیب غریب. گفتم که دوست دارم با شما کار بکنم، حالا اسمم نمیبرم، من دوست دارم با شما کار بکنم ولی این دستمزد من نیست. من از اولین فیلمی که کار کردم پول گرفتم، حالا چه کم چه زیاد هر چی که بود دستمزدمو گرفتم بابت این کار. و اینکه آدمی نیستم که بخوام بیام گل و شیرینی بگیرم و برم واسه هی هزینه کنم واسه کسی، نه، اندازه خودم توانایی داشتم و شما من انتخاب کردی، ولی ترجیح دادم که اون دستمزد رو نگیرم چون دستمزد من نبود. اون هدیه رو قبول نکردم و من چنین کار کردم با حضور افتخاری. بعد بیشترین دستمزدی که گرفتین چی بوده؟
بگم چقدر بوده یا بگم چقدر بوده؟ نه نمیگم چقدر بوده. چرا؟ حالا میخوای من نبری تو حرف هاشه؟ میان مالیاتشو میگیرن؟ نه مالیات که ما که معاف از مالیاتی. خب پس بگین دیگه، حالا برای کسی که آخه دوست داره بازیگر بشه الان سر قرش اینجا نشسته میخواد بگه بیشترین دستمزدی که تا به حال گرفته چقدر بوده. جالبه، جذابه. نه زندگی خصوصی نه از بقیه بپرسین، جذابیتش از بقیه بپرسین. من نمیگم خوش با من نمیگم خاطر که واقعا سقف دستمزد چیه تو سینما؟ بستگی داره هر بازیگری تو هر جایگاهی معمولا مثلا سخت. ببین یک فضایی شده بود که اصلا یه موقعی یه فضایی شده بود که وقتی با هم صبح با همکارا صحبت می‌کردن که هیچ این سوالو هیچ وقت هیچ کس از هیچ کس نمی‌پرسه تو سینما. یعنی من از صمیمی‌ترین دوستم نمی‌پرسم که چقدر سر پروژه سر فیلم برداری چقدر گرفتی هیچ وقت. یعنی الان مثلا میگم خیلی غیر حرفه‌ای بود سوالتون توی سینما. یعنی اگه همکار خودم مثلا بازیگر بودین مطمئنا یک جور دیگه جواب میدادم. حمله میکردین به؟ نه حمله نمیکردم. اصلا خودت چقدر گرفتی تا حالا؟ مطمئن باش من مثلا 5 برابر تو دارم دستمزد منه. میدونی یه سوالیه که خب یک کار شخصی چه امکان داره من دلم بخواد برای فلان کارگردان و فلان تایید کننده مثلا یک سوم دستمزدم بگیرم، ولی از یک کارگردان دیگه که مثلا توی جایگاهی که من دوست ندارم میخوام پول مثلا خراب کردن خودم رو تو فیلمش بگیرم. این هم میتونیم حساب کنیم. الان دستمزد این شکلیه، فکر نکنین که بعدم کو حالا بدن 4 تا چک میدن که حالا خداشون من دیگه چکی کار نمیکنم چند سالی از 4-5 سالی است. پس شده پولتون ندن؟ بله. اصلا از برادر من که الان پشت صحنه است بپرسین، ما یه کشو داریم که بازکن همینجور چک های 5 میلیون 5 میلیون 20 تومن 30 تومن همینجوری هست و این چک های یادگاری مونده. چقدر مجموعش؟ میخوای بخری میفروشم یا نشمردیم سپر رد فرصه چقدر آقا سپر؟ نشمردم چقدر نمیدونی؟ حسابش نبرده. بله خسته نباشی. خسته شدی؟ نه الان ما رفتیم به آیایی ببینم برگم خانم قرشی بگم چششون این دکوره گرفته. چی رو دوست دارین الان تو این دکور؟ من این میزتون رو با این پمپ بنزین تون رو میدوزم اگه اجازه ندارید. چرا بدوزیم؟ ما تقریم میکنم نه دوست هم بدوزم ببرم. خانم قرشی شما تو خونه که هستین کار خونه هم میکنی؟ آره چرا نمیکنم. یعنی آشپزی میکنی؟ نه بعضی وقتا چون بیشتر ماما زحمتش رو میکشه چون من نیستم معمولا همش سر کار. بلدید آشپزی؟ بله. مگه میشه دختر ترک باشی بلد نباشی؟ همه غذا رو بلدی؟ همه غذاهایی که دوست دارم و بلدم چون سپر خیلی دست پختش خوبه. بله غذاهای آره غذاهای مثلا آبگوشت و این چیزا که خیلی سخته من خودم برای من سخت داره البته. آبگوشت که آسون ترینه؟ نه من بلد نیستم مثلا غذا آبسته رو به غذا بلد نیستم. یه خورده غذاهام باید مرتب باشه. کباب گنجشک هم میخورید شما؟ بله گنجشک کباب یه بار یه اشتباهی کردیم ما. حتی اشتباه نکردیم توی دسفول یه برنامه بود که ما رفتیم دسفول و اینکه خب معروف به صادرات گنجشک اینا من گفتن که غذای شما اگه اجازه بدیم به سلیقه ما مهمان ما هستین. ما هم که هیچی نگفتیم برای ما غذا آوردن بعد گفتن این گنجشک کبابه. خب بعد ما عکس گذاشتیم سلفی و اینکه هرچی نگاه کردم نمیتونم بخورم چون هیچی نداشت که بخوام بخورم. بعد من غذا سفارش دادم یه غذای دیگه خوردم و اتفاقا سپهرم با من بود با دو تا از همکارای دیگه این عکس سلفی گنجشک کباب شد. نه خب شما اعلام کرده بودین اعلام کرده بودین میخواین گیاهخوار بشین و اینا. اعلام نکردم من یه موقعی به خاطر تغذیه غلط حالا میتونیم بگیم یا به خاطر شکم بودن غذاخور بودنم خیلی کله پاچه و خیلی غذای چرب خوردم یک مقدار مشکل چربی خون و اینا پیدا کرده بودم که دست و پام خواب میرفت و اینا. دیگه دکتر گفتش که اگه یه تایم طولانی بتونی گیاهخوار بشی خیلی برات خوبه که اون موقع من یه روز زمین نمیتونستم اولش چون من عاشق غذام. یه بعضی وقت مثلا سالاد میخورم حالا شبیه غذا نیست هی همش دنبال اینم که چیزی شبیه غذا بخورم چون اینا رو غذا نمیدونستم. ولی خب بعدش سر یه پروژه فیلم برداری یه پروژه بود که فکر کنم 30 روز 25 روز اینا طول کشید من گیاهخواری کردم خاطر مشکلم و یعنی که خیلی علاقه من نیستم. وضع مالیتون خوبه؟ وضع مالی بد نیست ولی نمیتونم حالا بگم خیلی خوبه یا خیلی بده. آدم پولداری نیستم ولی آدم ثروتمندیم. ماشین چی داری؟ من نیسان اکستریل دارم. چی؟ اکستریل خب. آف ماشین آفروده یه خود پسر رو نسته بخش یعنی آفرود میرین شما؟ والا بخ کنیم میرین رو تپه و قشنگ یعنی بلد این حرفه‌ای؟ نه حرفه‌ای. کبیرم میرین؟ کبیر والا سپر میره تنها میره ما رو نمیبره با خودش ولی یکی دو بار
لبه مرز رفتن رسیدیم و این رفتم. نه موقعیت کاری شما یه چیز خاصیه لحاظ اجتماعی. بله. تا بال شده به مشکلی بخورید توی کار توی جامعه؟ همیشه مشکل هست دیگه، چرا که نباشه. مثلا شده تهدید بشید تا حالا؟ خیلی. کی تهدیدتون کرد؟ یعنی چه حالا نمیخوام اسم ببرید. نه اسم که نمیبرم مطمئنن. ولی چرا من خیش من به خاطر ممنوع فعالیتیه که توی مثلا بعد از فیلم سریال دل لوازون داشتم خیلی تلفن داشتم بابت اینکه حالا تهدید میشدم که مثلا سینما هم نمیذاریم کار کنی، حالا نمیدونم اینا کی بودن، یا مثلا تهدید میشدم اینکه اگر مثلا نیای این کارو انجام نه فلان پروژه‌ای که ما بهت میگیم، هیچم نمیگفتن. مطمئنم میشه تا حدودی بگیم اینا مزاحم تلفنی بودن، یعنی یه سوء استفاده ای شده بود اصلا از این تعریف. ولی نه تهدید نشد، تهدید شدم که مثلا خیلی دفتر سینمایی به اسم یه کارگردان خیلی معروف منو خواستن که من خب تا به حال هیچ با آشنایی با ایشون نداشتم، ولی خب از نظر جایگاه و لولی میشناختمشون. گفتن راننده میفرستیم دنبالتون، تشریف بیارید دفتر. این اتفاق واسه خیلی از بچه‌هایی که علاقه من به بازیگری هستن افتاده، چیزایی که من تا الان شنیدم و مثلا سر صحنه میبینم بهشون و اینا. یعنی هیچ موقع نمیرسن دفتر؟ متاسفانه اگر برسن به دفترهایی میرسن که دفتر نیست. بله. و این اتفاق برای من سحر قریشی افتاد. من به احترام اون آدم و به اون ذوق و هیجان اون کارگردان معروفی که مثلا میگفتم وای من الان یعنی انتخاب شدم براش توی فیلمش، چند سال پیش البته خیلی سال پیش دعوت شده بودم، ماشین اومد دنبالم، مثل سرویسای سر صحنه که میاد دنبال، یه تاکسی اومد دنبال من، یه سمند اومد و خیلی منم خودم رفتم و سوار ماشین شدم و جمعه بود. رفتیم تو مسیر و صحبت سینمایی بود و من صحبت میکردم با راننده، دیدم که گفتم شما راننده آقای فلان، گفت بله من راننده شونم، شروع کرد خاطره تعریف کردن، شروع کرد حرف زدن و خب خاطره ها همه چیزی بود که من قبلا مثلا تیکاشو شنیده بودم از بچهای دیگه. رسیدیم به یه دفتری که گفتن که همین پلاکی، گفتم شما تشریف میبرین میشه بیستین، چون خیلی خلوت بود جایی که منو برد، گفتم میشه محبت کنین بیستین من برم داخل دفتر بعد تشریف ببرین، گفت بله حتما من اینجا مو. من پیاده شدم رفتم دم دفتر، از هر چی زنگ زدم درو باز نکردن. یعنی شانسی که منو بردم درو باز نکردن. حالا کی پشیمون شده بود تو چه شرایطی، واقعا خدا به من رحم کرد. هی زنگ زدم گفتم باز نمیکنن دفتر و اینا، بعد گفتش که آ نمیدونم چرا باز نمیکنن، خودش زنگ زد باز نکردن. اصلا بعد فهمیدم اصلا اون اونجا که من رفتم اون لوکیشن اصلا اونجا دفتر اینا دم نبود و دفتر ما همه میشناختم، چون من بانی فیلمو بخونم و هی قبلش برم پیش تولیدا کجاست و درگیر و دغدغه این چیزا رو نداشتم، اطلاع نداشتم. یه سوال میپرسم صادقانه جواب بدین، این جوجه‌هایی که میرین شک دارین چیزی با خودتون میبرین؟ مثلا زامنداری، پنجه پوستی، اسپری فلفلی؟ ببین من همیشه تو هر شرایطی حتی شک کنم باشم امنیت خودم اولین حرفو میزنه. میشه الان من محتویات کیف شما رو خواهش کنم بریزید این رو؟ خب تو کیفم که چیزی ندارم، داری تو ماشینم دارم. حالا میشه الان خواهش کنم کیفتون رو اینجا چیز کنی؟ والا چی نشون بدم بهتون تو کیفم؟ جز دروازه ماراییش و گوشیم و اگه چیز خواست نیست ببینیم دیگه، خونه چیز دیگه این نیست. نه بفهمید میشه کیف خانم قارشی رو بیاری؟ اما تو ماشین گفتین سلاح دارید؟ سلاح سرد. ببین آخه مرسی. ببین خب برندوازین شما؟ نه خیلی، یه سری چی نشون بدم آخه بهتون؟ بریزین رو دیگه بریزین رو میز خودتون دیگه. ببین موبایل دارم و سویچ ماشینم و کیف لوازم آرایشی. چیه به سویچتون آویزونه؟ جغد. من عاشق جغدم دیگه. اصل رو کیف پول، هیچی توش نیست دیگه، خدا هیچی توش نیست. همین؟ آره سلامت باشی. حالا ما از این عادت نداریم تو برنامه بگیم یه چیزی یادگاری جا بذارین و فلان. خب خدا داشته یو... خدا داشته شما همه چیمو دوست دارم، این چیم الان نمیدم بهت. خب یه استراحتی بکنیم برکت. میدونی ترابورد پذیری چیه؟ یعنی شماره تو نگه دار، اپراتور رو تعوض کن. حالا میخوای بدونی چرا باید اپراتور رو تعوض کنی؟ سرعت فوق‌العاده اینترنت همراه، مدیریت دقیق حسابت، تعرفه یکسان و ثابت به هر جایی که تماس بگیری، بسته های متنوع و مقرون به صرفه. واسه همینه که میگیم شماره تو نگه دار، اپراتور رو تعوض کن. ایران سلی شو، دنیا تو تغییر بده.
بعد میگین دفتر نبود اونجا؟ به اونجا دفتر نبود، درم رو من باز نشد و من با همون ماشین برگشتم، ولی خب یک حال خیلی منقلب، خیلی حال بدی داشتم که ولی خب هیچ ماشین دیگه ای نبود و هیچ آژانسی نبود که من بخوامش برگردم و با اون رانده برنگردم. شما میگی اون آدم معتبری بود به شما زنگ زد؟ معرفی کرد منو خودشو، من نمیدونم پای تلفن آدم کی بود. یه تجربه بدی دارید مثلا از یه آدمی که حالا تو سینما باشه، کارگردان تهیه کننده، که بهش فکر میکنه مثلا خاطر تلخی باشه؟ من یه پروژه ای رو کار کردم با زحمت، نه فقط من، خیلی، یعنی تمام بازیگرای اون فیلم کار کردیم، که متاسفانه یکی از میتونم بگم تو رزومه کاریم، امیدوارم اصلا نمیتونم، حالا بد میشه از این که بخوام بگم این فیلم رو من بازی کردم، چون به خاطر یک تهیه کننده دیگه که معرفی کرد، من جواب تلفن این آدم رو تهیه کننده و کارگردان نمیدادم از این دفتر، چون خیلی شنیده بودم ازشون، نه به این شدت میکروب که خودم تجربهش کردم، ولی خیلی شنیده بودم. سر کدوم پروژه؟ یک فیلمی بود، حالا خیلی گندش هم نکنم، ولی بازی کردم، متاسفانه که بچه های دیگه، همکاره دیگه هم که بازی کردن، انقدر ما مورد آزار و توهین قرار گرفتیم، تک تک عوامل، چه پشت صحنه چه جو... البته پشت صحنه یک عده‌ای بود که همه فک و فامیل خودشون بودن، یعنی آدمای مثلا همکاره دیگه نبودن. چه سالی بود بگین که حداقل ما بدونیم در مورد چی دارین صحبت می‌کنین؟ مال هم چند سال پیش بود، یه پروژه دو دوست. خب اونو کار کردم و یکی از پسترین و چرکترین خاطره های کاری فیلمی که بازی کردم تو زندگیم همونه، و در نهایت هم پول منو خوردن، سوایی که پول منو خوردن چقدر من اتحادیه تهیه کننده شکایت کردم، بماند که خاطر دوست و آشنا و رفاقت هایی که با هم داشتن و این حرفا، بازم پول منو ندادن و حکمی که باز اتحادیه داد، باز اونم اصلا قبول نکردم و فهمیدم که با اتحادیه هم اصلا باید خاطرش خوند، یعنی اینا اصلا همه شوخیه. البته که من یک ارادت خاصی به آقای فراموش کردم اسمشونو، ولی خیلی ارادت دارم به مدیریت کل اونجا، ولی خانم سفید روحه که از مدیر که اونجا هستن، خیلی محبت کردن، خیلی تلاش کردن، ولی متاسفانه میتونم بگم یا انتخابای اون آدمای تن گروه غلط بوده، کسی که حکم داد و اینا، حتی وکیل اونجا حضور داشت. حالا بگذارم از این اتفاق، یکی از آلوده ترین اتفاقاتی بود تو زندگی من تجربه، که تو 30 سال زندگیم تجربه کردم، آشنایی با موجوداتی که اسمشون انسان نمیتونم بذارم، یعنی از توهینایی که خیلی سوپر استارامون باشون کار کردن و فهمیدم که این سوپر استار با این جنس کار کردن، مثلا اگر قضا واسه عوامل نمیگرفتن، سوپر استارمون مثلا آقای فلانی تماس میگه، خانم فلانی تماس میگرفته که قضا بیارین 50-60 مثلا 100 تا قضا می آوردن و اینکه این آقا رو موظف میکردن که مثلا هزینه شو پرداخت کنه، یا مثلا برای خودشون سوا قضا میگرفتن، عوامل قضا نمیدادن، یه اتفاقای عجیب غریب، یعنی این چیزی که توهین ادبیاتشون برای صدا کردن عوامل به یه حرفای رکی که خیلی زشت، من که مثلا برشون مهم نبود که کی خانومه کی آقاه، و در نهایت هم برای من مثلا سحر قریشی حرفایی در آورده بودن که اون گروه توی اتحادیه میگفتم، چند نفر از آقای سعید سهیلی، آقای سعید سهیلی بودن، آره گفتش که من با سحر کار کردم، یک دونه از این رفتاری که تو میگی من تو کار کردم، حتی اصلا بچه ترم بود باش کار کردم، همچیزی من ندیدم، اصلا قبول نمی کنم این تو این چیزا که میگی، حتی من میگفتم بنویس اینا رو، نمی نوش کنم اینا رو، چون من هرچی میگه بنویس دیگه، وقتی وکیلم حضور ده کنم بنویس اینا رو که من این کارا رو کردم، خواستم شکایت کنم ازش، و خب آگاه بود و ننوشت، ولی توهینا حرفا، و اینکه امیدوارم که نسلشون منقرض شه انشالله، حداقل از تو سینما. چرا توی سینمامون نوع حجاب فرق داره با تلویزیون؟ خب این سوالی که ما خودمونم واقعا توش، خود من شخصا توش موندم، احساس میکنم، حالا من یه شکل دیگه بهتون بگم، من احساس میکنم که جنس خود من اینه، من میگم کار بد بده، چه یزید بکنه چه امام حسین، گناه گناهه، ما آدمیم، فرقی نمیکنه، تنها کشوری هستیم که نه حجاب کامل داریم نه بی حجابیم، همینجا این وسط رو داریم. خب من طبق این عرف دارم زندگی میکنم، من توی تهیه کننده و مدیوم سینمایی به من میگه این کار انجام بده، اکثرا ما پروگ استفاده میکنیم، یعنی موی خودمون نیست. حالا شاید انقدر این چه جوریه اصلا خانم ها، یعنی موشون رو میتراشن یه کولاگیست میذارن و این کولاگیست رو میتونن نشون بدن؟ بعضی وقتا با تو بعضی کارا مثل اینکه سعی کردن که اجازه اینو توی تلویزیون بگیرن که بخوام، ولی من فکر میکنم که به خاطر اون جذابیت میگن مو معلوم نباشه، به خاطر تحریک آمیز بودنه میگن اون مو نباشه، به نظر من چیزی که من فکرشو میکنم، ولی وقتی همون کولاجیستا میذارن که میشه همون،
خب با همین دارم میگم، برای همین نمیذارن دیگه، برای همین اجازه نمیدن بگم با موی خودت باش. توی سینما هست بله، اونم تو مدیوم مثلا سینمایی مثلا میتونه یک ساعت انقلاب، البته هر چی گریمت کمتر باشه توی فیلمای هنری ها، مثلا یک سری از تایکوندوها که زورشون میرسه و یک سری از کارگردان تایکوندوها رو که مثلا بخوام حساب کنیم زورشون برسه، حتی گردنشون هم معلومه خیلی اتفاقا اینا واسه من، این اتفاق واسه من نیافته فعلا. تا بال گشت ارشاد به شما گیر داده؟ گشت ارشاد نه شده با کسی بودم، مثلا با دوستم بودم به دوستم گیر داده باشم، ولی به خودم نه. دوست داشتی بری استادیوم؟ نه هیچ وقت. فوتبال نگاه نمی‌کنی؟ چرا نگاه می‌کنم، ولی ربطی نداره که استادیوم حضور داشته باشم. من از اینکه بخوام کنار عده زیادی آقا قرار بگیرم می‌خوره منقلب، از امنیتم احساس امنیتم از دست میدم دیگه. الان درسته که نمیذارن خانوما برن استادیوم؟ بله من کاملا موافقم با این قضیه، یعنی اصلا دوست ندارین این اتفاق بیفته. خب یکم سوالای حاشیه‌ای. شما هم که گفتین چی هستین؟ سلطان این داستان هستین؟ من بانوی حاشیه ایرانم دیگه. اینو دیگه توی یکی از فیلمام هم گفتم. الان ناراحت نیستین این برنامه حاشیه‌اش کمه؟ حاشیه‌اش کم نیست. انشالله سب کن تیترایی که الان میاد بیرون تو اینستاگرام و اینا رو می‌خونیم ببینیم چی میشه. دوستان چه جوری کلا باهاتون مصاحبه کنن؟ مثلا دوستان دوست با مصاحبه کنن. دوست دارین توی موقعیت قرار بگیرین که قاطی بکنین و داد بزنین و فلان کنین؟ چون تو مصاحبه دیدم یه مقدار بعضی وقتا روحیه خیلی از صرف تا صدم یه تار موه، یعنی همونقدر که در لحظه خوبم همونقدر یه های اذیت بشم، چون آدم اذیت کنه نیستم، اذیت هم بکنم. من دیدم همیشه یه گاردی دارین تو مقصد تو مصاحبه، بعد تونتون هم حرف میزنین، سرعت حرف زدن. من چون پیش فعال بودم خیلی تونتون صحبت میکنم، زودتر از اینکه بخوام حرفی بزنم تصویرش رو میبینم، ولی نه این احساس رو به خاطر اینکه حالا شاید آقای شهریاری توی برنامه یه چیزی گفتن یه حرفی زدن و حاشیه‌ای شد و ممنوع کار شدن ایشون بعد از اون داستان. من فکر کنم بودن، نمیدونم، چون نمیدونم، مطمئنا بودن. منو وارد حاشیه نمیتونی بکنی چون جوابتون رو میدم. چی؟ منو وارد حاشیه نمیتونی بکنی دیگه، چقدر جوابتون رو میدم. آقای شریفی‌نیا خیلی با خوشم عمل کردن، چون جوابای آقای شریفی‌نیا خیلی دندون شکنه. ما یه خود خوردیم قبلا جوابای دندون شکن رو دیدیم. شما چند تا به خدا ما نخوردیم. آقای شهریاری میده ما هم بخوریم بیریم چجوریه. بیچار خودم. نه جواباتون رو منظورم. اینا چقدر برداشت بد میکنن برزه تبرز. بیده ما هم بخوریم. یه تا من ممنوع کارو نشدم مثل ایشون میدازیم و یه سال میرم. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما عزیزان هستم. شما خیلی ناراحت شدین بعد اون داستان؟ ببین من میگم جایگاه یک زن، خب حالا تو هر سنی که میخواد باشه، حتی مرد، هیچ فرقی نمیکنه، جایگاهش یک حرمت و احترامی داره که از بیل حالا هم لولی حساب بکنی، تو موقعیت اجتماعی حساب بکنی، از کوچکترین تا بزرگترین قابل احترامه. یک سری ادبیات که ادبیات خب خود اون آدم بوده مطمئنن، یک سری شوخی ها نباید باشه به نظر من. من نمی کنم این کارو با کسی که کسی بخواد با این کار انجام بده، اون هم در عموم، اون هم توی بین مثلا این همه جماعت و این همه موبایل و این همه گوشی. خب برای معرفی خودشون رو بزرگ کنن کنار یک سری آدم مثلا بخواد شیرین کاری کنن، ادبیات باید درست باشه. خب یه سری بی ادبیایی کردن ایشون که در اندازه در حد شخصیت جایگاه خودشون بوده، من تمرکزی که کردم اونجا رو ترک کردم. فالوور خیلی دارین شما، واقعی هم خریدین؟ چجوریه؟ ببین من دنبال کارهای فیک نیستم، طرفدار فیک هم نمیخوام هیچ وقتم تو زندگی، مثلا بلد نیستم، میگم فوبیای تکنولوژی دارم، مثلا استرس میگیرم روی این قضیه. هیچ وقتم سعی نکردم که بخوام ببینم آی مثلا برم بخرم و این کار، ولی دیدم جلو چشمم که همکارام خریدن، یعنی اینو شاهدش بودم که خیلی از همکارا مثلا سر سیم مدری بودیم و اینا خریدن. شما 5 میلیون خورده ای طرفدار واقعی داری؟ شاید هم خیلی یه عدهشون حالا طرفدار نباشن، اینم شما در نظر بگیرید. حالا یه سری آدمایی که میتونن اکثرا که میدونی که دشمنا بیشتر ایران فرق میکنه دیگه، اونایی که بیشتر با حال نمیکنن میان اونو فالوت میکنن. شما بیشتر دشمن دارید تا طرفدار؟ به من یه عده‌ای طرفدارام یک عده‌ای ان که از روی لایکام مثلا میفهمم، مثلا یکی که میاد فوش مینویسه که لایک نمیکنه، فقط میاد تو صفحت که سمپاشی کنه و من بهش میگم من پایرا کامنتار دیگه، من کامنتار بستم که اتفاق جدید بیفته. خداشو که یعنی این آپدیت جدیدی که اومده بود و آپدیت کردیم این بود که مثلا من کامنتاتون مثلا ببندم و اینکه اصل لایک رو فقط اونه که من دوست دارم، اینکه اومدن یه فوشی نمیتونم بنویسن، توهین نمیتونم بکنن. یه چیزام برای شما بشن. درست کرده بودن یه انیمیشن تو فضا مجازی خیلی پخش شده و مال سوریلند بود. دوست داشتید اونها یا ناراحت شدی؟ نظرتون راجع به این عکس؟
آخ آخ، بهرام رادان چقدر شکسته شده. نه خانم، بهرام رادان چیه؟ اکبر عبدی لاغر کرده، اصلا نشناختمش. نه آخ، خیابانی ریششو زده؟ نه. علی حاتمی؟ کیا؟ رستمی؟ نه خانم، ایشون تام هستن. آخ آخ، تام کروز از بهرام رادان هم شکسته تر شده جدیدن. سلام تام. من برم. خداحافظ مجری. بای بای. ناراحت نشدم نه، چون ببین همه آدم وقت توی یک بحران، توی اتفاق، همه به فکر منفعت خودشونن. خوشحالم از اینکه یک جایگاهی دارم که همه فکر از من یه منفعتی میبرن. چرا بحران؟ بحران شد دیگه، به خاطر اینکه یک چیزی بود که یک اتفاقی بود و یک به من گفتم و یک اتفاق دیگه به وجود اومد. و اینکه دوست نداشتم مصاحبه رو. دوست نداشتم که، چرا دوست داشتم مصاحبه رو، ولی یک سری سوالات خیلی اضافه کردم و اینکه قرار بود که اون سوالات اضافه شخصی منو در بیارن از اون فضایی که حالا صحبت کرده بودیم از قبل و بعدش صحبت کردم. یه قولی من داده بودن که حالا نکردن، حالا خیلی برای من مهم نیست. حالا سر زبونا افتادین دوباره. سر زبونا بودم، اصلا احتیاج به این نشه میخوام سر زبونا بیفتم. ولی از یه بعد دیگه نگاه بکنیم، مثلا من نگاه کردم گفتم خب 95% رأی صداقت آوردم، پس خوشحالم که اینو مردم فهمیدن که من دروغ نمیگم. یا مثلا بگم که بیشترین کلیکی که روی توی کل آپارات خورده بود، رکورد کل آپارات رو شکست اسم خودم، مثلا کلیک سحر قرشی که حالا مثلا اسم نمیدونم. حالا اونورا میتونیم نگاه بکنیم، ولی از اینم خودمون کنیم، پیش میاد واسه همه، واسه گنده ها پیش اومده. چرا خیلی از آدمای بزرگمون نرفتن، از ترسشون نرفتن. حالا خب الان یه حرکتی بزنیم، باز رکورد آپاراتو بشکنی. چیکار کنم؟ نمیدونم چیکار بلد میکنی. میتونم اینو بدوزم ببرم با خودم، خیلی بدوزم ببرم، بیان دوربین بدو من بذارم تو ماشینم ببرم. نمیدونم والا چی. بریم یه استراحت کوتاه کنیم برمیگه. چند تا سوال میخوام بپرسم همینجوری، اصلا هیچ ربطی به بازیگری و این داستانا نداره. شما اگه در جایگاهی باشید که بتونید مشکل اعتیاد حل بکنید چیکار میکنید؟ دست نقطه ضعف من نذاری. مشکل اعتیاد رو بخوام حل کنم. چرا نقطه ضعف؟ من به خاطر اینکه یکی از آرزوامه که انقدر ثروتمند باشم که بتونم تو هر مثلا شهری یک کمپ رایگان اعتیاد بذارم و یک کمپی رو درست بکنم که بچه‌هایی که کمپ رایگان اعتیاد مبارزه باید. بله برای که بیان و یک سری، خب من خیلی دوره برای خودم میبینم، مخصوصا که تایم کاری ما جوری که 5 صبح مثلا ماشین میاد دنبالمون، 5 نیم میاد دنبالمون، این کارتون خوابا رو میبینیم که حالا مثلا توی این فضای مثلا میدونا و سرسبزیای یه جایی یه درختی پیدا کردن، زامبی میگن بهشون. متاسفم واقعا که این جنگ سردی که برای ما به وجود میاد رو نادیده میگیرن. البته خب اینقدر تعداد زیاده که نمیشه مدیریتش کردن، این شکی نیست، مون تا واقعا یه جور جنگ سرد دیگه. میان چیزایی میسازن و میریزن توی ایران، خودشون استفاده نمیکنن، رو ایران تست میکنن، حالا بعد دوباره چیز دیگه جدیدتر با اسم جدیدتر و جذابتر میان دوباره پخش میکنن. تعداد خانمای معتادمون هم خیلی زیاد شده. بازیگران مواد مصرف میکنن؟ بازیگر مواد مصرف من ندیدم. مگه میشه؟ آره، برای اینکه من تو دوره همیایی حضور ندارم که ببینم سر صحنه کسی نمیاد مواد مصرف کنه. کسی که نه، اینو اصلا نمیتونم قبول کنم ازتون که اصلا نمیدونید چیه. نمیدونم چیه؟ این... چرا فکر من نمیدونم چیه؟ نه اینکه میگین اصلا من نمیدونم مصرف من میکنم. ندیدم که بخوام بگم. خب همون میکنن یا نه؟ شنیدم خیلی ها مثلا دوچار یک اتفاقی شده تو زندگیشون، سر صحنه ها که مثلا نقشه معتاد بخواد بازی کنه. نه اصلا اشتباه. چرا فکر میگوسم مثلا نوید محمدزاده رفته مواد کشیده ما جل دوربی؟ چرا هم چه فکر میکنید؟ ما همچین فکر نمیکنم، مردم همچین فکر میکنن. مردم اشتباه میکنن، فکر میکنن. شما باید بهشون بفهمونید که متوجهشون کنید که همچین این کار اشتباهه. من شما میپرسم که متوجهشون کنید. من دارم میگم نه. پس بازیگرها سر صحنه مواد نمیدن. بازیگر جماعت داره از این یه تیکه پول در میاره. اگه قرار باشه خود مواد مصرف بکنه، خب دیگه 2 دیگه یه تیکه صورت انقدر صورت نداره، پولم نداره و فید میشه میره. نظرتون در مورد مهریه چیه؟ من اعتقادی به مهریه ندارم، ولی متاسفانه الان تو شرایط الان تنها راه فرار یک زندگی ناموفق مهریه است. یعنی کسایی که مهریه سنگین میگیرن، من چون مهریه نداشتم 2 جداییم طول کشید و بعدش الانم باز بگه بخوام ازدواج بکنم مهریه نخواهم داشت، ولی چون هیچ اعتقادی بهش ندارم. ولی خب باید آدم روبروتم در نظر بگیری دیگه. اوقات فراغت چی کار می‌کنی؟ اوقات فراغت
بیشتر به تایمی که پیدا کنم استراحت میکنم، میخوابم راستش، بخاطر اینکه خیلی کمبود خواب دارم در طی این کارهایی که طی سال انجام میدم. تلویزیون نگاه میکنی؟ نه اصلا. اصلا؟ نه. ماهواره؟ نه اصلا. نداری؟ داریم چرا، ولی نگاه نمیکنم. من نگاه نمیتونم بکنم. من از سریال های ترک هست، جیغ و گریه و خیانت. حریم سلطان ندیدید شما؟ حریم سلطان چند تا قسمت اوایلی که اومده بود بخاطر اینکه مامانم نگاه میکرد نگاه میکردم، ولی بعد دیگه نگه بعدم بیادا بگم وای من ضد اینام، نه اتفاقا خیلی هم جذابه واسه همه خانواده ها، جذابه محال توی خونه نبینن این شبکه ها رو نداشته باشم متاسفانه به خاطر تکرار قصه ها و کست های تکراری تلویزیون، ولی من مدلم نیست زیاد. ترابورد پذیری میدونین چیه؟ نه. ترابورد پذیری یعنی اینکه شما اپراتور موبایلتون هر چیزی هست میتونید عوضش بکنید با همون شماره ای که دارید، یعنی بشه 912 بشه نشه 900، نه اصلا مشکلی نداره. الان ایرانسل یه خدماتی میده که شما میتونید همون خطی که دارید، همون شماره‌ای که دارین، اپراتورتون رو عوض کنین. حالا چرا عوض کنین؟ چون اینترنت ایرانسل اینترنت پرسرعته. تبلیغ. ببین پرسرعته من میگم، منم واقعا پرسرعته. نباشه من توی پست اینستاگرامم میذارم. این هدیه ایرانسل به شما. سلامت باشی، مرسی، خیلی ممنون. شما میتونید اپراتورتون رو عوض کنید، یعنی اینکه همون شماره که دارید نگه دارید، چون قبلا این مشکل بود دیگه، شما می‌خواستین اینترنت پرسرعت ایرانسل استفاده بکنید بعد یه خط دیگه می‌گرفتین شمارهتون عوض می‌شد دیگه، شماره رو بعد به همه می‌دادین، الان می‌تونید با همون شماره بیاین از اپراتور ایرانسل استفاده کنید. خانم قریشی حرف پایانی دارید؟ اون دوربین شما دوست داریم با هوادارتون اینو می‌خواید یه مقدار بزنین که اون برتر دیده میشن؟ بفرمایید. آرزوی سلامتی میکنم برای همه عزیزان، سال خوبی رو در پیش داشته باشین انشالله، و اینکه سعی کنیم که تغییرات سال پیشمون رو با امسالمون خودمون تو دل خودمون مقایسه بکنیم، ببینیم که چقدر بد شدیم و چقدر خوب شدیم. این اتفاق خدا هر روز و هر روز داره توی زندگی ما، حالا اونه که اعتقاد دارن که مثل من می نویسن، همیشه از بچگی مامانم میگفتش، مادر بزرگم میگفتش که این برای فرشته است، این برای فرشته، کار خوب برات می نویسن. بهتر که کارهای خوب بعدمون رو خودمون بنویسیم، و اینکه یک مقدار قضاوت‌ها رو کم بکنیم، سعی کنید واقعا این کارو بکنیم. من کوچیک همتونم و از طرف همه همکارام دارم میگم چه خوب چه بد هر چی که هستیم ما رو تو گور خودمون میذارن. خواهش میکنم شما گناه ما رو نشورین، چون امکان داره که تا آخر عمرتون ما رو از نزدیک نبینین و هیچ وقت نتونین حلالیت بطلبین، و من به جرئت میتونم بگم هیچ وقت حلال نمیکنم کسی که بخواد رو من قضاوتی بکنه که غلط باشه، چون خودم به کسی قضاوت نمیکنم. دوستتون دارم، موفق باشین، سال خوبی داشته باشین. شما لطف کردین تشریف آوردین، افتخار دادین، ان شاءالله که سال خوبی باشه براتون و دیگه از این داستانه تلخ و ناراحت کننده هم نباشه. ممنون از شما که تا این لحظه با ما بودید، بازم سال نو رو تبریک میگم، تا برنامه بعدی خدا نگهدار. میدونی خیلی وقت گپ نزدیم با هم، خیلی دور شده راهم از تو، خب یا تو بیا بس کن یا من تا شروع کنیم از نو. میدونی خیلی چیزا سر راه، هنوز کلی مسیر هست، تو بیا بده به من دست و با هم وا کنیم بن‌بست. و توی دل هر آدمی بگردی جعب سیاس پر صدای خنده ضبط شده از بچگی، توی دل هر آدمی بگردی جعب سیاس پر صدای خنده ضبط شده از بچگی، توی دل هر آدمی بگردی جعب سیاس پر صدای خنده ضبط شده از بچگی.